قسمت سوم، معما. خب بچه ها خوب حواستون رو جمع کنید، امروز نمیخوام به شما درس بدم. اصلا امروز کتاباتون رو بذارید کنار، یه سوال میگم و میخوام شما جوابش رو برام پیدا کنید. آقا معما؟ بله بچه ها، میخوام براتون معما بگم. معما مغزا رو قوی میکنه. من تا فردا بهتون وقت میدم که جوابو پیدا کنید و با یه جواب درست پیش من بیاین. آن چیست که اگر در ایل نباشد، ایل هم نیست. خب چرا نشستین؟ جوابو تا فردا میخوام. میتونید از بزرگترا هم کمک بگیرید. پس مامانم کو؟ بابا کجاست؟ مامانمو ندیدی؟ یعنی کجا میتونن رفته باشن؟ شما امروز مادر منو ندیدین؟ نه پسرم. الهی پیر شی دومان جان. یه سوال، معما اگر در ایل نباشد، ایل هم نیست. خب شاید درخت باشه، هم سایه داره هم میوه داره، هم چوبای خشکش هیزم میشه، زمستونا با اون آتیش روشن میکنیم، غذا میپزیم، خودمونو گرم میکنیم. سلام. شما جواب این معما رو میدونین؟ اگر در ایل نباشد، ایل هم نیست. تفنگه. تفنگ؟ اگه یه روز حیوان وحشی بهت حمله کنه با چی از خودت دفاع میکنی؟ تفنگ. خدا حافظ. سلام پسرم، چه خبر؟ هیچی. مادرت کو؟ از مادرت خبر داری؟ منم دنبالش میگردم. پس شما هم خبری ندارین؟ از هر کی پرسیدم از مادرت خبر نداشت. بی نازم نیستش. یه معما، اگر در ایل نباشد، ایل هم نیست. شاید اسب باشه. عشایر اعتقاد دارن اسب مثل پا میمونه، اگه نباشه فلج میشی و نمیتونی راه بری. بله میتونه اسبم باشه. سلام ماما، خسته نباشی. سلام دخترم، دومان اینجا بود. وای یادم رفت بگم امروز. کفایت بابا، این بچه گریه میکنه. بگیرش. سلام گلم.
سلام، این کره از گله دور شده بود. توی این همه گوسفند این کره چطوری میتونه مادرش رو پیدا کنه؟ خداوند همه جور موجودی آفریده، ولی مادر با همه فرق داره. راست میگین، شما میدونین مادرم کجاست؟ نه پسر گلم. معما، اگر در ایل نباشد ایل هم نیست. خب این که معلومه. خب اون چی میتونه باشه؟ جوابشو خودت پیدا کردی. ها؟ مامانم کو؟ یعنی هنوز نیومده؟ دومان مادرت برگشته؟ نه. نیومده؟ نه. پس تو اینجا رو مرتب کردی. بابا من که این کارا رو نکردم. تو این کارا رو نکردی؟ نه. خب پس کار کی میتونه باشه؟ وقتی اومدم همه چی مرتب. بیبیناز موقعی رفتن به کفایت گفتیم که داریم میریم برای زایمان خواهرم، اونم یادش رفته بگه. اما همین که به دنیا اومد تا دیدمش اسمشو گذاشتم خورشید.